همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون ملی ایران، سلام و درود به همه شما. برنامه پاسخ کوتاه امروز رو اختصاص دادیم به بررسی صنعت پتروشیمی ایران. آثار تحریم ها بر روی نفت و تولید و صادرات اون تا حدودی روشنه، اما صنعت پتروشیمی چطور؟ رژیم چقدر روی اون حساب کرده؟ این صنعت چقدر از تحریم ها آسیب میبینه و چقدر از درآمدهای رژیم کاهش میده؟ در این برنامه به همین موضوعات میپردازیم. ما رو همراهی کنید. پتروشیمی از دو کلمه پترو مساوی نفت و شیمی تشکیل شده و به معنای شیمی نفت است. به عبارت دیگر پتروشیمی در مورد تبدیل فرآورده‌های نفتی به محصولات پرمصرف است. نفت در پالایشگاه‌ها به فرآورده‌های مختلف مثل نفت سفید، بنزین، بنزین سوپر، نفت گاز، نفت کوره و غیر تبدیل می شود. صنایع پتروشیمی برای محصولاتی که از پالایشگاه‌ها حاصل شدند، عملیات معینی را انجام می دهند. هر مجتمع پتروشیمی محصولاتی متفاوت از بقیه مجتمع ها دارد. مثلا در پتروشیمی اصفهان فقط بنزین، تولوئن و مخلوط زایلین ها تولید می شود. خود این مواد می تواند مجدداً به عنوان خوراک برای کارخانجات دیگر و سایر مجتمع های پتروشیمی به کار رود. مثلا تولوئن که در مجتمع DMT و کارخانه LAB به عنوان خوراک مصرف می شود. مجتمع DMT که خود یک پتروشیمی کوچکتر است، از تولوئن DMT تولید می کند که ماده اولیه صنایع نساجی است. LAB هم برای تولید مواد اولیه شوینده ها کاربرد دارد. علاوه بر مصارف داخلی، محصولات پتروشیمی دومین منبع درآمد ارزی رژیم بعد از نفت بوده است. میهمانان برنامه امروز ما آقایان حسن عنایت و امیرحسین افضلنیا هستند. در آخر تحریم های آمریکا صنعت پتروشیمی هم به لیست تحریم ها اضافه شد. یعنی از این به بعد کل بخش انرژی ایران تحت تحریم هستش. این تحریم ها چه آثاری داره آقای عنایت؟ بر اساس برخی برآوردها درآمد رژیم از صادرات محصولات پتروشیمی حدود 18 تا 20 میلیارد دلار در ساله. رژیم با کاهش درآمد نفت که تقریبا 40% اون قطع شده، روی این درآمد خیلی حساب کرده بود، اما با تحریم های صنعت نفت توسط آمریکا و قبلش هم توسط اتحادیه اروپا، این درآمد هم به شدت افت کرد و این ضربه جدی به درآمدهای ارزی رژیم بود. خب همزمان با تحریم های اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران، خبرگزاری رویتر خبر داد که صادرات محصولات پتروشیمی ایران تنها طی 2 هفته 90% کاهش داشته. علت این امر رو شما توضیح بدین آقای افضلنیا. بله، ببینید علت کاهش شدید در صادرات این صنعت این بود که دیگه امکان بیمه برای محصولات پتروشیمی مثل متانول، اکسیلن و یا سود سوزاور برای رژیم وجود نداشت. خب حالا چرا امکان بیمه وجود نداشت؟ دلیلش این بودش که بیمه صادرات پتروشیمی ایران از ابتدای ماه می میلادی توسط اروپا ممنوع اعلام شد و با توجه به اینکه پوشش بیمه محصولات پتروشیمی به طور عمده توسط شرکت‌های بیمه اروپایی مستقر در لندن تامین میشه، خب این ممنوعیت تاثیر جدی و کمرشکن روی این صادرات داشت. کما اینکه بعد از خودداری این شرکت ها از بیمه محمولهایی که در ایران بارگیری می شدن، شاهد سقوط جدی این صنعت هستیم، یعنی افت 90% صادرات پتروشیمی در عرض 2 هفته. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا واقعا مشکل صادرات پتروشیمی فقط مسئله بیمه است؟ اگر رژیم بتونه مسئله بیمه رو حل کنه، یعنی یا خودش حلش کنه یا از طریق برخی دولت های طرف حساب غیر از اروپا این کار رو بکنه، اون وقت چی میشه آقای عنایت؟ بله، مشکل فراتر از فقط بیمه هستش. بر اساس تحریم اروپا هر معامله بالاتر از 250 هزار دلار با رژیم در این صنعت ممنوعه. به همین دلیل وزارت نفت رژیم در اردیبهشت ماه امسال رسما دستور داد که محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی معامله پایاپای بشه. معامله پایاپای محصولات پتروشیمی با کالاهایی مثل برنج و گندم و چای و شکر، و رژیم میگه که کشورهای مثل اوروگوئه، هند، سریلانکا، پاکستان و اندونزی حاضر به این نوع معاملات هستند.
خب آقای افزنی، اگه رژیم بتونه با معامله پایاپای محصولات پتروشیمیش رو بفروشه دیگه مشکل حل میشه و تحریم ها نمیتونه کاری بکنه، یعنی با این شیوه تحریم ها رو در واقع بی اثر میکنه، درسته؟ نه خیر، اینطور نیست، چون تا روز 12 مرداد ماه امسال رژیم میتونست اینو معاملات رو انجام بده. مثلا به ترکیه نفت میداد به جاش طلا میگرفت، یا مثلا با هندوستان یه سری معاملات پایاپای داشت، یا مثلا به چین نفت میداد به جاش کالاهای بنجل میگرفت. اما از روز 12 مرداد ماه امسال مهر پایانی برای این نوع معاملات پایاپای بود، چون لایحه‌ای توی کنگره آمریکا تصویب شد، البته هم با موافقت سنا و هم مجلس نمایندگان، که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو می‌بنده، از جمله انجام همین معاملات پایاپای رو ممنوع می‌کنه. یعنی کسانی یا دولت‌هایی که از رژیم نفت و محصولات پتروشیمی بگیرن و به جای اون کالا در اختیار رژیم قرار بدن، هم از بازار آمریکا محروم میشن و هم شامل تحریم‌ها خواهند شد. البته چون هیچ طرف حساب عاقلی این ریسک رو نمیپذیره، به همین دلیل این معاملات به شدت افت کرده. خب به سوالاتمون ادامه خواهیم داد، اما قبلش نگاهی بندازیم به وضعیت صنعت پتروشیمی ایران و ساخت و بافتش و اینکه رژیم چطور میتونه بیشترین درآمد ارزی رو از اون کسب کنه. آیا واقعا میتونه؟ بنا به اعلام رسمی رژیم، 38 واحد پتروشیمی در ایران فعال هستند. طبق گزارش وزارت صنایع و معادن رژیم، ارزش صادرات تولیدات پتروشیمی ایران در سال گذشته با ارزش کل فروش 18 میلیارد دلاری حدود 11.5 میلیارد دلار بوده است. اما به هر حال درصد سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ گاز و سومین دارنده نفت جهان فقط 1.5% بوده است. رژیم مدعی است که 9 پالایشگاه بنزین سازی در ایران فعال هستند و میگوید در نظر دارد ظرفیت تولید بنزین خود را با راه اندازی 6 پالایشگاه دیگر از میزان 1.5 میلیون بشکه به 3.200.000 بشکه در روز برساند. خب با این تصویری که رژیم از صنایع پتروشیمیش ارائه میده، هم مشکل بنزین حله و هم منبع خیلی سرشاری از درآمدهای ارزی. آیا واقعا اینطوری آقای عنایت؟ خیر، حتی نگاهی به آمارهایی که خود رژیم داده خلاف اینو نشون میده. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، از 21 شرکت که بدهکارترین شرکت‌های ایرانی هستند، حدود 1/4 اونها مربوط به صنعت پتروشیمی است. یعنی ورشکسته‌ترین و بدهکارترین شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی هستند. بسیاری از این شرکت‌ها اصلاً به بهره‌برداری هم نرسیدند. یک قلم بزرگترین پالایشگاه میعانات کشور به نام ستاره خلیج فارس تنها 40% ساخت اون پیش رفته. برای تکمیلش هم به 1.7 میلیارد دلار نیاز هست که رژیم ناتوان از تأمین این مبلغه. در خرداد ماه همین امسال، پاسدار احمدی نژاد در مراسم افتتاح 3 طرح بزرگ صنعتی پتروشیمی در ماهشهر شرکت کرد. خب حالا هر چی باشه و هر چی هم گفته باشیم، خب رژیم داره راه اندازی میکنه دیگه آقای افسرنیا. این بازی های احمدی نژاد دیگه هیچ بچه ای رو هم گول نمیزنه. به قدری مسخره و مفتضح شده که دیگه نماینده مجلس همین رژیم از بندر ماهشهر که فردی به نام خلیل حیات مقدم اعتراف کرده که این پروژه طرح تولید پی وی سی پتروشیمی الوندرود که با حضور احمدی نژاد افتتاح شده، قبل از این هم 2 بار افتتاح شده بوده و حالا با 4 سال تاخیر برای بار سوم افتتاح شده و به طور ناقص به بهره برداری میرسه. البته به گفته همین عضو مجلس در شرایط کنونی فقط 40% از ظرفیت این طرح فعاله و مشکل هم چیزی نیست جز سرمایه گذاری که البته وجود نداره. خب رژیم میگه که من خودم میتونم این صنایع رو با پیمانکارای داخلی و قرارگاه خاتم سپاه را بندازم. حالا بحث و سوال من از شما آقای عنایت اینه که آیا واقعا میتونه؟ نه خیر، اینه که طبق گزارش وزارت صنایع رژیم، میزان تولید کنونی محصولات پتروشیمی در مجتمعات تولیدی کشور حدود 42952 تن
هست که از این میزان 15,033 تن اون تحت لیسانس کشور آلمانه. کشور آلمان در واقع با سهم 35% تولید محصولات پتروشیمی، مجتمعات پتروشیمی، بیشترین سهم رو در این حوزه داره. بعد از آلمان بریتانیا با 18% و بعد هم فرانسه با 12% و هلند با 11% در رتبه های بعدی هستند. با توجه به این آمار و ارقام، حوزه تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران کاملا به کشورهای خارجی وابسته است. یعنی بیش از نیمی از محصولات تولیدی پتروشیمی ایران تا سال 1393 به این چند کشور وابسته خواهد بود. حالا این کشورها به تحریم پتروشیمی پیوستند. معلوم است که حال و روز این صنعت چی میشه. خب حالا موضوع تکنولوژی روشن شد، اما برای سرمایه راه اندازی طرحهای ناتموم و برای توسعه این صنعت رژیم چی کار میتونه بکنه؟ آیا با ذخایر ارزی خودش نمیتونه حل کنه مسئله رو آقای افسلنیا؟ نه خیر، نمیتونه، چون رژیم خودش میگه که به دلیل نبود سرمایه توسعه 14 طرح پتروشیمی که در برنامه چهارم بوده به اجرا در نیومده و از طرفی برای توسعه این صنعت در برنامه پنجم هم به 20 میلیارد دلار سرمایه نیازه که منبعی هم برای این پول ندارن، چون اولا هیچ شرکت خارجی حاضر به سرمایه گذاری نیست، ذخایر ارزی رژیم هم که به دلیل تحریم نفتی حال و روزش معلومه و با کاهش 40% درآمد ارزی فقط در طی همین دو ماه اخیر روبرو بوده و خلاصه کار به جایی رسیده که برای صرفه‌جویی ارزی حتی ارز مسافرتی بیماران و دانشجویان رو هم قطع میکنن. فروش اوراق مشارکت هم به اعتراف خود کارشناسان رژیم جواب نداده، چون اساسا یک بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و مالی رژیم در همه اقشار مردم وجود داره. خب تشکر میکنم از شما میهمانان گرامی به خاطر حضورتون و پاسخ به سوالهای ما. همونطور که توضیح داده شد، دامنه تحریم ها صنایع پتروشیمی رو هم به شدت تحت تاثیر قرار داده و رژیم هم خب راهی برای مقابله با اون نداره و این از درآمدهای ارزی رژیم کم میکنه. معلوم میشه جنگ اقتصادی به قول سران رژیم جدیه. تشکر میکنم از همراهی شما هم میهمانان عزیز. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.